97 اینم خونه هامون تخریبی هنوز درست نشده بعد از 15-16 ما. زلزله 5.9 ریشتری روز یک شنبه 16 دی ماه یک بار دیگر فاجعه زلزله سال گذشته و عملکرد ضد انسانی حکومت فاسد و غارتگر آخوندها را پیش روی چشمان مردم ایران باز کرد. 14 ماه است که پس از تبلیغات پرهیاهوی رژیم آخوندی در مورد هزاران کانکس و ساختن ده ها هزار خانه در دومین زمستان سرد و جانسوز این مناطق، مردم هنوز در چادر زندگی می کنند و خبرهای زیادی از مهاجرت هموطنان از شهرهای مختلف این استان منتشر شده است. یک عضو مجلس آخوندی از قصر شیرین، سرپل زهاب و گیلان غرب اعتراف می کند که زلزله زدگان حوزه گیلان غرب هنوز کانکس ندارند و در چادر زندگی می کنند. این کارگزار رژیم همچنین می گوید در فصل سرما مردم مناطق زلزله زده وسایل گرمایشی ندارند. یک عضو دیگر مجلس رژیم از کرمانشاه نیز با نگرانی از نارضایتی و خشم فزاینده مردم میگوید وضعیت زلزله زدگان نامطلوب است. آنها وضعیت نابسامانی دارند. هر بار که به حوزه انتخابیه میروم به دلیل بیکفایتی مدیران باید سرم را پایین بیندازم. مشکلات مردم تنها به کمبود امکانات و وضعیت فاجعه بار بهداشتی خلاصه نمی شود. به اعتراف منابع حکومتی، بیشتر از 70% افراد زلزله زده که مورد پرسش واقع شدند، معتقد بودند سخت ترین زمان زندگی خودشان را سپری می کنند و در بحران غذایی به سر می برند و می گویند گوشت قرمز را بیشتر از 40 روز یک بار مصرف می کنند. آنها در طول 13 ماه گذشته حتی یک بار هم گوشت ماهی مصرف نکردند. اغلب پاسخ دهندگان مصرف میوه را هر ماه یک بار ذکر کردند، آن هم میوه های ارزان قیمت. یک گزارش دیگر نیز معترف است که آسیب های زلزله 21 آبان 96 در مناطقی از استان کرمانشاه منجر به تشدید آوارگی، فقر و بیکاری در منطقه شد و نارضایتی زلزله زدگان را به دنبال داشته و تنها چیزی که برای کودکان مناطق زلزله زده که افراد خانواده و امکانات اولیه زندگی را از دست داده اند مهم بود، پیدا کردن کمی آب و مقداری نان خالی بود.